سلام به شما دوستان عزیز، امیدوارم که خوب و خوش باشید. خیلی خوشحالم از اینکه امروز هم فرصتی شد تا با یک آموزش جدید در خدمت شما باشم. امروز در این ویدیو به شما یاد میدم که چطور میتونید با تایپ کردن کسب درآمد داشته باشید. در آموزش های قبلی من به شما یاد دادم که چطور میتونید از طریق افیلیت مارکتینگ میتونید کسب درآمد بکنید با فروش کالاهایی که در سایت های خارجی هست، و اصلا نحوه فروشش رو هم در آموزش بعدش به شما دادم. در مورد کسب درآمد با برگزاری کلاس های آموزشی به صورت آنلاین یا وبینار به شما آموزش دادم. کسب درآمد از طریق سرچ کردن، کسب درآمد از طریق کوتاه کردن لینک، کسب درآمد از طریق فروش یک سرویس پنل کاربردی برای شرکت های بیمه، کسب درآمد با نوشتن مقاله یا دیدن تبلیغات، آپلود فایل یا آموزش فریلنسری که شما فریلنسری چطور بتونید تخصصتون کسب درآمد داشته باشید، یا در دو تا آموزش به شما آموزش کسب درآمد از طریق بیت کوین رو بهتون یاد دادم که در آموزش قبلی میتونید حتما ببینید. لطفا کانال من محمود بیز رو در یوتیوب حتما سابسکرایب کنید و اون گزینه زنگوله که بعد از سابسکرایب کردن به شما نمایش میده رو حتما فشار بدید. من سعی میکنم آموزش های جدید و کاربردی رو براتون آماده بکنم و در اختیارتون قرار بدم. آموزش های قبل اگر در فعالیتش توی وبسایت های خارجی بود، شما میتونستی از طریقشون دلار کسب بکنی. آموزشی که امروز تخصصا بهتون میدم در مورد کسب درآمد با نوشتن یا تایپ کردنه، که شما توی ایران میتونید از طریق اون ریال بگیرید، یعنی کسب درآمدتون بر پایه ارز ریال ایرانی خواهد بود. اولین سایتی که بهتون معرفی میکنم تایپ ایرانه. شما از طریق عضویت توی سایت تایپ ایران که این بالا بعد از اینکه typeiran.com رو باز کردید، این بالا نوشته ثبت نام، گزینه ثبت نام رو میزنید. بعد از اینکه ثبت نام کردید، به عنوان کسی که تایپیست هست میتونید ثبت نام بکنید. اگر شما نیازی به این داشتید که افرادی برای شما این کار رو انجام بدن، یعنی پروژه انجام بدن، شما خب باید توی این سایت به عنوان فردی ثبت نام بکنید که میخواد یه پروژه ارائه بدید و بقیه براتون تایپش بکنن. اما چون تایپیست هستید و میخواد تایپش رو تایپ بقیه رو شما انجام بدید و کسب درآمد بکنید، خب گزینه تایپیست رو انتخاب میکنید و بعد میتونید وارد صفحه ثبت نام بشید و عضو بشید. بعد از عضویت میتونید پروژه ها رو قبول بکنید که اینجا ببینید این بالا نوشته پروژه ها. شما میتونید این پروژه ها رو قبول بکنید و کار تایپ رو انجام بدید. ممکنه به شما یه فایل صوتی بدن، بگن این رو برای من باید تایپ بکنید، در هر صفحه مثلا 250 کلمه فقط باید باشه، یا تو هر صفحه مثلا فونتش چنده، نوع قلمش چی باید باشه، سایزش اندازه‌ای باید باشه و توی صفحه چند تا کاراکتر باید وجود داشته باشه، که اینها بعد از اینکه شما توی این سایت ثبت نام بکنید، زمانی که پروژه رو قبول میکنید، کارفرما به شما میگه که مثلا من چه مبلغی بابت چه کاری از شما میگیرم و چه مبلغی به شما میدم. پس اینو میتونید این کار رو انجام بدید، ببینید تایپ صوتی، اگر فایل صوتی بهتون دادن اون فایل صوتی رو تایپ میکنید. و تا به امروز تعداد پروژه‌ای که انجام شده 298 هزار تا بوده، بیش از 5 میلیون صفحه، نزدیک 6 میلیون صفحه تا الان تایپ شده تو این سایت به مشتریان ارائه داده، و بالغ بر 1 میلیارد تومان هم مبالغی بوده که تو این وسط تو این کسب و کار جابجا شده. 1 میلیارد خورده تقریبا 1.5 میلیارد. شما اگر نیاز به این داشته باشید که بتونید به عنوان یک کارفرما تو این وبسایت تخصصا بخواد کار بکنید، میتونید از طریق سفارش دادن برای ورد یا برای پاورپوینت یا اکسل یا سفاره یا هر چیزی میتونید تو اینجا تقاضا بدید. اما چون شما خودتون یه دونه فریلنسر هستید یا یه دونه فردی هستید که میخواید کار برون سپاری شده رو بگیرید و انجام بدید و از طریق اون کسب درآمد بکنید، ببینید شما هم میتونید تایپ ورد براشون انجام بدید، پول بگیرید، هم در زمینه پاورپوینت اگر تخصص داشته باشید میتونید پروژه بگید، یا اگر اکسل تجربه داشته باشید میتونید داده هایی رو بهتون میدن و اونها رو در فایل اکسل باید قرار بدید و برای افراد بفرستید. اگر در زمینه صفحه آرایی یا گرافیک طراحی بلدید، میتونید توی این سایت اکانت بسازید و پروژه بگیرید، یا اگر رسم و نمودار و چارت میتونید انجام بدید یا تحقیق میتونید انجام بدید، توی این سایت میتونید ثبت نام بکنید و از طریق این میتونید کسب درآمد داشته باشید. اینجا آخرین رویدادهای سایت به شما اعلام شده. طرف گفته من امتحان علوم و فنون ادبی 11 رو میخوام و
و افرادی که بهش پروژه مثلا پیشنهاد دادن اینها هستن، گفتن من این کار برات انجام میدن، و یه نفر گفته من یه جزوه دارم که گفته میخوام برام تایپ بشه. این فرد اومده براش تو 37 دقیقه پیش پیشنهاد داده و میبینید که اینجا توی 37 دقیقه کار رو انجام داده، پروژه پایان یافته و تموم شده، یعنی الان طرف پولش هم میگیره دیگه به همین راحتی دیگه. اینکه این سایت حتما برای اون دسته دوستانی که میخوان کسب درآمد توی ایران داشته باشن، با تایپ کردن، با چارت کشیدن، با تحقیق کردن، ممکنه طرف بیاد ثبت نام بکنه بگه من یه تحقیق میخوام در مورد مثلا هر چیزی، حالا در مورد مثلا انرژی هستی، در مورد متابولیسم، در مورد مثلا کره ماه، در مورد جغرافیا، در مورد هر چیزی بخوان اینجا ثبت میکنن. شما میری اونجا با عنوان تایپیست ثبت نام که کردی، پروژه رو میگیری، پذیرش میکنی و کاراشو انجام میدی. شما رو حساب تو سایت ثبت میکنی تو پنلت، بعد از اینکه عضو شدی مبلغشو بعد از پروژه به شما میدن. این یه سایت خیلی خوبه برای اونایی که میخوان توی ایران کسب درآمد با تایپ کردن داشته باشن و ریال ایرانی بگیرن. ماشاءالله ریال ایرانی هم که هر روز ارزشش میره بالا و الان طبعا از دلار هم بالاتر رفته. یعنی اینقدر توی مملکت ما هنرمند خوب داریم که این اتفاق برای ریالمون افتاده و ما باید خدا رو شکر کنیم. خب سایت بعدی سایت تایپ سرا هست. تو سایت تایپ سرا هم شما میتونید اینجا نوشته ثبت نام یا عضویت رو میزنید، عضو میشید. اینا حتی نرم افزار اندروید هم دارن که میتونید اینجا دریافت مستقیم رو بزنید و نرم افزار رو موبایلتون نصب کنید. طبق همون سایت قبل اینها هم پروژه قبول میکنن، یعنی شما میتونید پروژه بهشون بدی و پول بدی بابت کسی که اون کارو انجام میده. اما شما اگر تایپیست هستید اینجا باید ثبت نام بکنید، نوشته سه سوته ثبت نام کن. بعد از اینکه سه سوته ثبت نام کردید، ثبت نامتون انجام شد، توی پروفایل کاربریتون حتما یه قسمتی هست به اسم اطلاعات حساب بانکی یا شماره حساب. توی تنظیمات اونجا میتونید حساب بانکیتون، شماره شباتون یا ایبانتون یا شماره کارتتون رو بزنید و بعد از انجام هر کار مبلغ رو دریافت کنید. خب ببینید اینها گفتن اول ثبت نام میکنی، بعد میای یه پروژه انتخاب میکنی براشون انجام میدی. اگر کارت موفقیت آمیز باشه، یعنی کار غلط املایی نداشته باشه یا هر شکلی مشکلی نداشته باشه، هزینه تو دریافت میکنی. یادتون باشه زمانی که وارد این پروژه ها این دوتا سایت میشید حتما غلط املاییاتون رو حتما چک کنید که غلط املایی نداشته باشید و مشکلی توی تایپ کردنتون نباشه. بعد از اینکه شما پروژه گرفتید، کار رو انجام دادید، خب مبلغ رو در اختیارتون قرار میدن. اما اینها هم یه حد نصابی دارن. مثلا میگه آقا اگر به 10000 تومان پولت برسه من مبلغ رو به تو میدم، یه 500 تک تومانی ازش کم میکنم به عنوان کارمزد انتقال پول از بانک، مثلا از یه کارت بانکی که توی ایران هست به یه کار حساب بانکی دیگه، این مبلغ رو براتون انتقال بدم، پول کارت به کارت رو ازتون فقط میگیرن و درصد خودشون هم که خودشون برمیدارن دیگه، اون مشخصا معلومه. من توی یکی از آموزش‌هایی که توی محمود بیز به شما دادم، آموزش تایپ کردن رو هم به شما یاد دادم، آموزش تایپ ده انگشتی فارسی انگلیسی. پس قبل از اینکه قرار باشه توی این سایت‌ها کسب درآمد بر اساس نوشتن یا تایپ کردن رو انجام بدید، حتما سعی کنید تایپ انگشتی ده انگشتی رو توی این آموزش من بهتون دادم، تو 23 دقیقه بیشتر زمانتون رو نمیگیره، ببینید و آموزش رو حتما پیگیری بکنید. بعد بیاید داخل تایپ ایران یا تایپ سرا ثبت نام کنید و پروژه بگیرید که دیگه زمانی ازتون نگذره و سریعا بتونید کار تایپ رو انجام بدید و سریعا به پولتون برسید. خب خیلی سپاسگزارم از اینکه همراه آموزش امروز بودید. ویدیو رو لایک کنید، به اشتراک بذارید و حتما کانال من رو هم سابسکرایب کنید. براتون آرزوی شب و روز خوبی دارم. 9 دقیقه شد. خدا یارو نگهدارتون.